مقام های بلند رتبه دولتی 6 روز دیگر فرصت دارند که دارایی هایشان را ثبت کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مقام های بلند رتبه دولتی 6 روز دیگر فرصت دارند که دارایی هایشان را ثبت کنند. به نقل از اعلامیه، اداره امور تصمیم دارد که پس از ختم مدت تعیین شده، نام های تمام مقام های بلند رتبه دولتی که دارایی هایشان را ثبت نکردند همگانی کند. اداره امور ریاست جمهوری کشور اعلام کرده است که فیصله کابینه در مورد ثبت دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از مقام ها جدی گرفته نشده است. در اعلامیه اداره امور که روز سه‌شنبه هفتم اسد سال 1399 منتشر شده است، آمده است که مقام های بلند رتبه دولتی به شمول نمایندگان شورای ملی مکلف بودند که تا ششم اسد دارایی هایشان را در ریاست ثبت دارایی های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ثبت کنند. اما این کار تا کنون انجام نشده است. در این اعلامیه با کارمندان بلند رتبه و اعضای شورای ملی تا 13 ماه جاری خورشیدی فرصت داده شده است که دارایی هایشان را ثبت کنند. به نقل از اعلامیه، اداره امور تصمیم دارد که پس از ختم مدت تعیین شده، نام های تمام مقام های بلند رتبه دولتی که دارایی هایشان را ثبت نکردند همگانی کند. کابینه کشور در 16 سرطان سال جاری فیصله کرده بود که اعضای کابینه، والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلند رتبه دولتی مکلفند که طی 3 هفته دارایی هایشان را ثبت کنند. بر اساس این فیصله به وزارت مالیه هدایت داده شده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی معاشات آنها را قطع کند. کابینه همچنان به ادارات مربوطه هدایت داده بود که در قسمت تثبیت دارایی ها در مراحل بعدی نیز اقدام کنند. در همین حال ملا هبت الله می گوید انحصار قدرت نمی خواهیم. در این پیام که روز سه‌شنبه هفتم اسد سال 1399 منتشر شده، آمده است که مردم حق دارند تا از تمام حقوق و امتیازات زندگی برخوردار بوده و حیثیت سیاسی و اجتماعیشان بر اساس اهلیت و تقوا تعیین شود. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان تاکید کرده است که این گروه خواهان انحصار قدرت نیست. در این پیام که روز سه‌شنبه هفتم اسد سال 1399 منتشر شده، آمده است که مردم حق دارند تا از تمام حقوق و امتیازات زندگی برخوردار بوده و حیثیت سیاسی و اجتماعیشان بر اساس اهلیت و تقوا تعیین شود. رهبر گروه طالبان تاکید کرده است که گفتگوی صادقانه و جدی راه اساسی برای حل مشکلات بوده و این گروه خواهان زندگی مسالمت آمیز با هم است. او همچنان گفته است که تبادل زندانیان هم اعتماد به میان می آورد و هم راه صلح را کوتاه می سازد. ملا هبت الله از دولت افغانستان خواسته است تا موانعی را از سر راه گفتگوهای بین الافغانی بیدرنگ بردارد تا هرچه زودتر مذاکرات مستقیم آغاز شود. او همچنان گفته است که گروه طالبان به توافق نامه قطر متعهد است. این در حالی است که دولت افغانستان و کشورهای خارجی تا کنون بارها از گروه طالبان خواستند تا روی آتش بس توافق کنند، خواسته که از سوی این گروه رد شده است. گفتنی است که قرار است پس از تکمیل پروسه تبادل زندانیان، گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. تا کنون 4400 زندانی طالب و بیش از 800 زندانی دولتی آزاد شدند. دولت افغانستان گفته است که 600 زندانی طالب را به دلیل انجام جرایم جنایی آزاد نمی کند. در همین حال شورای امنیت ملی در واکنش به گزارش اخیر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تاکید کرده است که بر اساس یافته ها و شواهد
حراس افغانان طالب مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیانند. در اعلامیه که روز دوشنبه ششم اسد از سوی شورای امنیت ملی منتشر شده آمده است که یافته ها و شواهد حکومت افغانستان از ساحت نشان می‌دهد که حراس افغانان طالب یا مستقیم عامل تلفات غیر نظامیانند و یا هم برای سایر گروه های تروریستی زمینه سازی می کنند تا حملاتی را بالای غیر نظامیان انجام دهند. بر اساس اعلامیه دولت افغانستان متحد است تا با دفتر یونامو به گونه مشترک کار کرده و یافته های خود را به اشتراک بگذارد. شورای امنیت ملی تاکید کرده است خشونت و حملات حراس افغانان طالب در برابر غیر نظامیان پس از امضای توافقنامه قطر افزایش یافته است. این شورا از گروه طالبان خواسته است تا آتش بس دائمی و سراسری را پذیرفته و گفتگوهای مستقیم صلح را هرچی زودتر آغاز کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.